سلام دوستان وقتتون به خیر و شد در هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد تحت عنوان حمله نیروهای مسلح ایران در خلیج فارس به نیروهای آمریکا و نافهایی که در حال حرکت بودند و توسط ایران وادار به دور شدن از منطقه و نشاندن بالگردهای خودشون شدن این خبر رو میخوایم با هم بررسی بکنیم از نگاه رسانه های آمریکایی رسانه هایی که حالا دارن به مسئله میپردازن نگران هستن و عصبانیان از این تحقیری که صورت گرفته قبلا تلاش میکردن سانسور بکنن در ورش حرف نزنن یا به نوعی از عبور الان چاره ای ندارن جز این که بپردازن به مسئله و نگرانی خودشان را از آن چیزی که رخ داده است بیان بکنن میخوایم بریم یک دور با هم مرور کنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اتفاقات هفته گذشته در خلیج فارس داره در آمریکا گفته میشه Let's take you overseas now. New video showing Iranian speedboats and drones trailing and harassing U.S. warships in the Persian Gulf. This new footage appears to show them threatening to open fire on an American helicopter if it flew into Iranian airspace. This comes during rising maritime tensions between Washington and Tehran. Earlier this month, the U.S. military said it was considering putting armed guards. On commercial ships in the area in response to a spike in Iran seizing and harassing boats. For more now, we're joined by Victoria Coates, the vice president of the Heritage Foundation and former deputy national security advisor for Middle Eastern and North African affairs during the Trump administration. Uh, Victoria, so good to have you with us. Can you just first get us up to speed on what this incident indicates when it comes to Iranian American tensions and, and how concerned we should be about it? خیلی خوب بخش از صحبتات رو دیدیم میگه که به خارج از کشور می رویم ویدیوی تازه ای نشان می دهد که قایق های تندروی ایرانی ناف جنگی آمریکا را در خلیج فارس تعقیب می کنن و آزار می دهند میگه نیروی دریایی آمریکا بلند شده رفته خلیج فارس ایرانی ها را افتادن پشت سر اینها اینا, اینا رو آزارشون میدن اینا رو چجوری آزارشون میدن حالا در ادامه خواهد توضیح بده من چیزی خدمت شما عرض کنم یک زمانی اینکه مثلا کسی هشداری بده به نافهای آمریکا به جز ایران به جز ایران اینکه کسی هشدار بده بهشون بالگرد بالا سرشون بفرسته پهباد برای رسد ارسال بکنه یا رزمایش برگزار بکنه تو رزمایش زدن آمریکایی ها رو شبیه سازی بکنه همچین چیزهایی رو ما در یک بازه زمانی شاهد نبودیم همچین چیزهایی اتفاق نمی کسی درباره همچین چیزهایی مطلبی کار اقدامی نمی کرد. ببخشید الان وقتی فضا رو بررسی میکنیم میبینیم که در چین داره این اتفاق میفته رزمایش برگزار میکنه شبیه سازی مثلا انهدام ناو آمریکا موشک ساختم ضد کشتی برای زدن ناو آمریکا خبر منتشر میکنه هشدار داریم به ناو آمریکا بالگرد ما رفته نزدیک ناو آمریکا پرواز کرد نکتهش میدونید کجا هست اصلا نکتهش از این جهت نمیخوام بهش بپردازم که دیگرانی دارن این کار انجام میدن بحث اصلی این هست که اینها تلاش میکردن از حضور نیروی دریایی خودشون در دیگر نقاط دنیا به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن دشمنان خودشون استفاده بکنن نمونهش حضورشون توی شرق آسیا و در اطراف چین الان همش رفته زیر سوال الان همش بی اثر شده همش بی حیثیت شده کسی به اون دیگه تری برای اینها خورد نمیکنه این اصل ماجرایی هست که یعنی بذارید این شکلی بگم پیامد اتفاقات در خاورمیانه آن چیزی است که آمریکایی ها رو در جاهای دیگه داره به چالش میکشه ادامهش رو ببینیم میگه که ویدیوی تازه نشان میدهد که قایقهای های تندرو ایران نافهای جنگی آمریکا رو تعقیب میکنن آزارشون میدن تصاویر تازه منتشر شده نشان میدهد که گویا آنها تهدید میکنن که اگر یک بالگرد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران بشود به سوی آن آتش خواهند گشود خب فکر میکنم تهدید عجیبی نیست اگر یک بالگرد آمریکایی بیاد به سمت ایران میگه که اینا گفتن ما میزنیمش خب اینا انقدر رفتن جاهای مختلف کسی جیگر نکرده بگه ما به سمتتون آتش میگشاییم الان وقتی میشنون که ایران همچین حرفایی رو داره مطرح میکنه متعجبه بریم ادامهش رو ببینیم یه این رخدادها همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روی میدهد اوایل این ماه ارتش آمریکا گفته بود که در نظر دارد نگهبانان مسلح را بر ارشه کشتی های بازرگانی مستقر کند آخ مثلا میخوای بفرستی روی ارشه دقیقا چیکار بکنه سه هزار تا فرستادی بفرستی روی عرشه شکار بکنه بعد از،, از, کجا سوار شه کجا پیاده شه مثلا تو بنادر عربستان و امارات و عراق و کویت و قطر و مثلا بحرین و اینا سوار بشه بعد وقتی رد شده از سنگ هرمز بریم مثلا توی عمان میخوای اینا رو پیاده کنی اون وقت اونایی که خواستن وارد شن اینا رو دوباره سوار کنن بیارن توی اون بنادر اصلا تنزه اون چیزی که داره گفته میشه تنزه حالا رو ببینیم میگه که اینا گفته بودن که میخوان نظامی هاشون رو, رو روی عرشه کشتی ها سوار بکنن تا از روند فرایند آزار دهنده توقیف نفتکش ها جلوگیری بکنن این آمریکا فقط حق داره نفتکش ایران رو بگیره اگر ایران زورش برسه این کار رو انجام بده میشه اقدام خرابکارانه شیشه چیزای از این دست با آمریکا برمیخوره باید تلاش کنه مقابله کنه میگه برای گفتگو برای گفتگوی بیشتر میخوایم با نایب رئیس بنیاد و معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه صحبت بکنیم آه... بله ببینیم حالا صحبت این فردا که درباره این سوالی که مطرح کردن چه خود مطرح بکنه ازش سوالی که کرده این هست میگه که می‌تونی خیلی سریع برای ما توضیح بدهی که این حادثه در زمینه تنش‌های ایران و آمریکا نشان از چه چیزی دارد و تا آه... چه اندازه میتواند نگران کننده باشد بریم ببینیم یه کارشناسشون از یک اندیشکده آمریکا از بنیاد Well, good morning, Marky. Good to be with you. Um, I mean, basically, this is business as usual for the regime in Tehran, which has used this kind of terrorist tactics for really the 40 years of its existence to project its power. In the Arabian Gulf. And bear in mind, this is one of the key shipping routes for global energy. The United States is one of the security guarantors for the passage of, of this shipping through the Strait of Hormuz, mm -hmm. which is sort of an interesting question because we don't really need the oil anymore that's coming out of the Gulf, but we do provide this security to, to create stability in global markets. And that's what the Iranians are so irresponsibly trying to upset here. And, you know, you bring up the Strait of Hormuz. خیلی خب بخش از این صحبت ها رو دیدیم میگه که از این که بله میگه این کار همیشگی رژیم تهران است که در شهر سالگی گذشته از شگرت های افکنانه برای گسترش قدرت خود در خلیج فارس استفاده میکنه ببین شاهکاره اصلا آمریکایی جماعت با یه اعتماد به نفس همه چیز حق منه به این دنیا آمده با همه صحبت میکنه کوتاه هم نمیخواد بیاد از این موزه. میگه اینا چهل ساله دارن شگرد های استفاده میکنن تو اگر هواپیما فرستاده باشی در منطقه خاور میانه برای اینکه علیه اینها علیه امنیت اینها اقدامی بکنه به سمت مرسه اینها بیاد اشکالی نداره اگه فرمانده اینها رو توی عراق زده باشی مشکلی نداره اگه علیه اینها تلاش کرده باشی شرارت به خرج داده باشی نفتکش اینها رو توقیف کرده باشی اشکالی نداره او اگر کار متقابلی در منطقه ای که سرزمین خودشه آب خودشه دریای خودش انجام بده متهم میشه به اینکه داره کارهایی رو انجام میده که این کارها شگرد های هر است چرا اینها رو میزنن آمریکایی جماعت از موزه طلبکاران با همه عالم یاد گرفته صحبت بکنه به ایران که رسیده اند هوا متفاوت شده است فضا متفاوت شده است برایشون غیر قابل تحلیله به جای اینکه بفهمن خودشون گستاخن و این گستاخی آنها هست میگن این مدل ایرانی که هر رفتار میکنه ادامه شو ببینیم میگه باید به یاد داشته باشیم که این یکی از مسیرهای کلیدیه کشتی نوردی برای تامین انرژی جهان است من ماجرا رو یه جور دیگه بذارید براتون بگم وقتی یه کسی در یک اندیشکده آمریکایی میاد میگه باید به یاد داشته باشیم که این مسیری که داریم درش به چالش کشیده میشیم یکی از کلیدی ترین مسیرهای کشیرانی برای تامین انرژی جهان است ترجمه دیگه اینه که ایران داره در یکی از مهمترین مراکزی که تامین انرژی عالم از طریقش انجام میشه حرف اول رو میزنه و حرف آخر رو میزنه و این حالا میگه ما باید یه راهی پیدا بکنیم که موضع خودمان را در این منطقه یا با ایران برابر بکنیم یا ببریم بالاتر یه زمانی اینها حرف اول آخر می زدن حالا ماجرا عوض شد ادامهش رو ببینیم میگه که آمریکا باید زامن امنیت عبور کشی ها در تنگ هرمز باشه خانم حالا الان داره درباره این صحبت میکنه که به خودتون هشدار دادن شما اول اینو توضیح بده بعد میریم درباره اینکه زامن میتواند باشد یا نارنجک باشد بیشتر صحبت میکنیم گفته که آمریکا باید زامن امنیت عبور کشی و از سنگ هرمز باشد که این خود پرسش جالبی است که اگر ما دیگر نیازی به نفتی که از خلیج فارس صادر میشود نداریم اما باید امنیت را ایجاد کنیم تا در بازارهای جهانی ثبات ایجاد کنیم و این چیزی است که ایرانیان غیر مسئولانه تلاش میکنن تا ما را در آن ضایع بکنن این بسیار فوق العاده بود نکته که مطرح کرد کمتر از این زاویه به مسئله خلیج فارس نگاه میشه آقا شما در حوزه نفت به خلیج فارس نیاز داری آره نیاز دارم حضور پیدا میکنم نیازت برطرف بشه حضور پیدا نمیکنی نه نیازم من برطرف بشه حضور پیدا میکنم دوباره نمیتونم حضور پیدا چرا به خاطر اینکه اگر حضور پیدا نکنم ایران اونجا حرف اول آخر رو بزنه یا اگر حضور پیدا نکنم اتفاقاتی رخ بده بله من نفت و گاز خودم رو از جای دیگه ای تامین کردم ولی اتفاقات خلیج فارس میتونه بر بازار انرژی عالم اثر بذاره حالا درسته که من از یک بازار دیگه ای دارم نفت و گاز تامین میکنم ولی وقتی روی بازار انرژی اثر گذاشت قیمت ها بالا پایین شد روی من هم اثر میذاره پس من باید اینجا حضور پیدا بکنم آقا فهمین چی شد در مقابل غربی که هزار یک داستان دارد بمب اتمی دارد فلان دارد ابزارهای مختلف دارد ما هم ابزارهایی داریم ما رو انداختن به جون هم تو این منطقه ما رو با هم دشمن کردن در مقابل یکدیگر قرار دادند حکومت های دست نشانده را بر روی ملت ها سوار کردن منطقه را سر تا سر در آتش جنگ انداختن وقتی حکومت ها درگیر خودشونن وقتی حکومت ها بی وقتی حکومت ها درگیر مشکلات مختلفن وقتی حکومت ها درگیر بحران های داخلی هستن حالا اون اومده حضور پیدا کرده از قبل این حضور داره انرژی عالم رو مدیریت کنه در صورتی که حالت معقولش باید این باشه اون بشینه تو کشورش بشینه تو غرب من مشخص بکنم قیمت نفت و انرژی عالم چقدر باید باشه آقا الانم که مثلا خود اینا دارن مشخص میکنن خود اینا رو کس دیگه داره کنترل میکنه و مدیریت میکنه خود اینها بر اساس میلشون این بازی رو پیش نمیبرن حقایق طور دیگری هست ما ابزارهایی داریم که متحدانه نتونستیم و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم درگیر خودمان شدیم بریم ادامهش رو ببینیم میگه اینها دارن ما رو تو این قضیه میکنن ما باید یک راهی برای این قضیه داشته باشیم You know, you bring up the Strait of Hormuz. I understand it's hugely important to the world economy. I think a fifth of the world's oil travels through this area. How should the United States respond to this kind of aggression? We have to be much firmer. The problem here is the Biden administration, for the last two and a half years, has been begging the Iranians to get back into some sort of version of the Obama era nuclear deal. And so they've had these ongoing sort of third party negotiations in Vienna. And the Iranians are just stringing them along. And meanwhile, escalating this kind of very, very dangerous behavior. And I've heard lots of complaints out of our. Uh, partners and allies in the Gulf that if they did any such thing, you know the United States would launch an action against them. But because their their uh, administration is trying to play nice with the Iranians on the diplomatic front, they're turning a, a blind eye to this. But the problem they face is, I mean, eventually you can't. I mean, this this is beyond a joke to have these drones. خیلی خوب بخشی از این گزارش رو با هم دیدی میگه که از سنگه هرمز سخن گفتید میدانم که جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد جهان دارد و فکر میکنم پنجمین آبراه عبور محموله های نفتی جهان است آمریکا چطور باید به چنین تهاجماتی پاسخ دهد آ فلاکت رو نگاه بکنید نیروی دریایی برتر و مدعی عالم بلند شده آمده در مقابل ایران حالا ما اصلا کاری نکردیم ایران اصلا کاری نکرده این در حال عبور بوده یه دونه قایق تندرو ایران هم داشته رد میشده گفته یه خورده برو اونورتر از فاصله بگیر از ما بالگردت هم بگو بشین اونم گفته باشه اصلا ما کاری نکردیم تو این قضیه اینا نگرانن میگن تحقیر شدیم خار شدیم حقیر شدیم چیکار بکنیم که بتونیم به تهاجمات بعدی پاسخ بدیم رو ببینیم میگه که باید محکمتر با، باید محکمتر با اینها برخورد بکنی مشکل اینجاست که دولت بایدن در یک سال و نیم گذشته به پای ایرانیان افتاده تا آنها را به توافق حسه نسخه دولت اوباما برگرد یعنی قاطع تر برخورد بکنی حله دولت بایدن داره غیر قاطع برخورد میکنه مثلا اگه مثل ترام برخورد بکنی حله چون اینا وقتی میگن دولت بایدن آدم به ذهنش میاد که اینا مثلا میگن مثل ترام برخورد کن ها اگه مثل ترام برخورد بکنی بعد مثلا یه پهباد 180 میلیون دلاری داشته باشی نزدیک آسمون ایران بشه تو خلیج فارس میزنه یا نمیزنه برخورد میکنه یا نمیکنه برخورد میکنه ترامپ و اوباما و بایدن نداره اگر قرار باشد کسی از نزدیکی ایران چالش هایی رو برای این سرزمین به وجود بیاورد حق قانونی ایران هست برخورد بکنه میگه این دولتی که الان روی کار رفته توی یک سال نیم گذشته با ایرانی ها صحبت بکنه به افتاده بره تو توافق ترامپ که از توافق هسته ای خارج شده بود ایرانی ها پهباد آمریکایی رو زدن ایرانی ها تو خلیج فارس همین کارها رو کردن فیلم منتشر شد ایرانی ها آمریکایی ها رو بهشون هشدار میدن در خلیج فارس اینا بدیهیات تو این بدیهیات رو حالا یا نمیخواد بفهمه یا میخواد بگه که مثلا رفتار باید رادیکال تر بشه به هر حال، اگر نمیفهمه اینا یاداوری قضیه هست اگر میخواد بگه که باید رادیکال تر بشه حقایق نشون میده که نه اگر رادیکال تر بشه فضا هم ماجرا به همین شکله چون ما چاره ای نداریم جز اینکه در منطقه ای که جغرافی های نزدیک ما رو تشکیل میده اشراف خودمون به مسائل رو به همه یادآوری بکنیم ادامهش رو ببینیم گفته که بله گفته اینا رفتن مذاکراتی کردن یک میانجی پیدا شده توی ویان نشستن صحبت کردن ایران همیشه آنها رو سر گذاشته دولت آمریکا رو داره میگه بعد میگه که شنیدم که بسیاری از همپیمان ها و شرکای ما در خلیج فارس از این وضعیت مینالند که اگر آنها چنین کاری کردن آمریکا باید واکنش نشان میداد اما از آنجایی که این دولت نمیخواهد در, در جبهه دیپلماتیک ایرانیان را دلخور کند در برابر چنین مسائل خود را به ندیدن میزند اما تا کجا این روند ادامه پیدا می کند؟ این یک شوخی نیست که پهباد و این قایق های گروهی به نافای ما حمله میکنند که میخواهند از ایران محافظت کنند این وضعیت ناگواری است آقا من یه بار دیگه بخوام ماجرا رو یادآوری بکنم در یک جایی از تاریخ قرار گرفتیم که در اون وقتی لشکر آمریکا به سمت منطقه میاد ادعی ای در ایران هستن در خلیج فارس میان آخ چون رسیدن بریم دورشون کنیم میشینن رو قایقای های تون رو میرن روی سرشون و دیگران به مسئله اضافه میشن اصلا دیگه حضورش رفت آمدش وزنی نداره تو روی یک عرابه ای توی روی یک سکوی متحرکی روی یک شناور متحرکی روی یک چیزی داری به سمت خلیج فارس میای و دیگه تهدیدی برای من نیستی من و داشته هایم تهدید برای تو هستن اگر بخوای منطقه رو به چالش بکشی به عجز رسیدن پاسخی برای مقابله با این داستان ندارن حالا اون چیزی که این اومد جلو مخاطب آمریکایی گفت این بود که باید قاطعتر برخورد بکنیم مشکل از دولت بایدنه اما خدمت شما ارز میکنم که دولت اوباما هم که بذارید دولت ترامپ رو بگم حالا اوباما هم از نظر اینا اصلا اون جنسه دولت ترامپ هم که روی کار بود ذره ای از قاطعیت ایران در مقابل آمریکایی ها کم نشد دیگه ترامپ حتی رفت فرمانده ایران رو هم زد که یادآور بکنه بگه و من قاطع هم در مقابل شما حمله هم ممکنه بکنم اعلام هم که 54 تا نقطه تو ایران رو میزنم ایران نه ذره ای کوتاه اومد نه رفتارش تازه رفتار ایران به اعتراف دوست و دشمن قاطعانه تر خشن تر و در مقابل کسانی که به فکر سیطره بر منطقه و بر ایران هستن خیلی سریعتر هم شد این بخشی از حقیقتی است که اینجا تلاش کرد بهش اشاره نکنه لازم بود بهش اشاره داشته باشه نکته دیگه ندارم اتفاقاتی در منطقه ما رخ میده برای ما دیگه تبدیل به بدیهیات شده است آنها به شدت از بابتش نگران و زده و کلافه هستند اگر شما نکته داشتین در قالب پیام برای ما بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما تر بشه من این ویدیو رو با یک درخواست میکنم در هفته تبلیغات هستیم اگر رفقا از برنامه ما خوششون میاد اگر احساس میکنن که روند کار ما اجرای ما کاری که داریم پیش میبریم و این برنامه از, ج... از نظرشون خوب هست و ارزشمند هست که مورد حمایت قرار بگیره خواهشم از دوستان اینه که ولو در حد یک ریال از تیم رسانه ای ما از طریق بنری که روی صحبت های بنده هست حمایت داشته باشن نکته دیگه ندارم خاک پایم رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر